این مسئولین حفاظت آقای خامنه ای به دلیل قطع ارتباط دستگاهی است که مدتی از در سینه ایشون کار گذاشتن. اگر خوب توجه کنید، شخصی به نام حاج وحید که از نزدیکترین اشخاص به آقای خامنه ای است، انگار که آقای خامنه ای زانو میزنه و کنار تابوت مینشینه، تابوت آقای رفسنجانی، با اشاره دست را شخصی میخواد بیاد و اون دستگاهی که تو سینه آقای خامنه ای است رو کنترل بکنه و پس از اون نفر دومی هست که نزدیک میشه به آقای خامنه ای و دست در گریبان آقای خامنه ای میکنه. هنگامی هم که آقای خامنه ای تموم میشه نماز و بلند میشه، باز اینها برای بار سوم آزمایش میکنن که آقای خامنه ای با دست چپش این مسئله رو رد میکنه و اجازه نمیده که دیگه اینها دوباره به این آزمایش دست بزنن. نشون میده که آقای خامنه ای به شدت و به طور 24 ساعته زیر کنترله و با نصب یک دستگاهی در داخل سینه ایشون تمام حالاتش رو زیر نظر دارن. این دستگاه از آخرین تکنولوژی پیشرفته پزشکی است که این رو یک وسیله کوچیکی است به اندازه یک مغز خودکار کوچیکتر که زیر پوست در کمتر از یک دقیقه جا میدن و به وسیله یک تلفن موبایل با نصب یک نرم افزار از راه دور میتونن اینو کنترل کنن، همچنین از راه اینترنت و کامپیوتر هم میتونن به این دسترسی داشته باشن. این دستگاه برای نخستین بار در سال 2014 میلادی روی یک دختر 4 ساله فرانسوی که دچار یک بیماری ناشناخته بود و مرتب قش میکرد کار گذاشتن و او رو همیشه زیر نظر نگرانی و قطع این دستگاه این است که در همون روز خبرهای تایید شده گفته شد که در منطقه ای که این مراسم برگزار می شد کلیه خطوط ارتباطی تلفن‌های موبایل و اینترنت رو قطع کرده بودند. راجع به این مسئله می تونیم نتیجه بگیریم که وجود چنین دستگاهی که از راه دور قابل ردگیری می باشد برخی از مسئولین سپاه پاسداران و مسئولین امنیت رژیم رو قادر می سازد که همه حرکات آقای خامنه ای رو زیر نظر داشته باشند و پیش از همه حتی بستگان وی متوجه مرگ او بشوند. البته باید توجه داشت با پیشرفت‌های تکنولوژی در جهان و مسائلی که در رابطه با هک و هک کردن سیستم‌های تلفنی و اینترنتی تا کنون اتفاق افتاده، دیگر کشورهایی که دارای فناوری پیشرفته و برخوردار از سازمان‌های اطلاعاتی قدرتمند هستند، آنها نیز زودتر از همه متوجه مرگ آقای خامنه‌ای خواهند شد.